سلام دوستان گرامی با یک ویدیو جدید دیگه در خدمتتون هستیم و در این ویدیو میخواییم در رابطه با سیر که یکی از پرخاصیت ترین سبزی ها به شمار میره براتون ویدیو رو تهیه کنیم مسلما سیر به صورت خام و چاشنی خاصیت فراوانی داره آیا تا به حال سیر رو با میده خالی میل کرده اید؟ آیا از خواص سیر ناشتا اطلاعی دارید؟ بیشک خوردن سیر با میده خالی خواص بسیاری داره در این ویدیو قصد داریم اطلاعاتی در زمینه خواص سیر ناشتا به شما ارائه دهیم با ما همراه باشید سیر یکی از آنتی های طبیعی است که خوردن آن انسان را از بسیاری بیماری ها مسون میکنه اما چرا ناشتا در صبح زمانی که معدهتون تون خالی است باکتری ها مقاومت کمتری دارند بنابراین مصرف سیر همچون یک آنتیبیوتیک اونها رو از پا در میاره و باکتری ها نمیتونن از خود به خوبی دفاع کنند همچنین صورت ناشتا باعث میشه مواد مغذی موجود در آن به راحتی و هرچه بیشتر جذب بدن شما شه سیر سرشار از ویتامین ها و پروتئین، کربوهیدرات، فیبر، آهن، کلسیومه ارزش غذایی بالای سیر در صورت مصرف به صورت خام و صبح ناشتا یا با مده خالی بسیاری از مشکلات رو رفع میکنه در زیر تعدادی از خواص سیر ناشتا رو با هم مرور میکنیم رفع مشکل مده مصرف سیر با مده خالی باعث تحریک هست و اشتها میشه و میتونه استرس رو کنترل کنه کنترل استرس باعث توقف ترشح اسید مده که ناشی از عصبی شدنه میشه مصرف سیر خام به صورت ناشتا با توجه به تجربیات بعضی از مردم توانسته مشکلات عصبی رو در اونها درمون بکنه همچنین سیر درمان موثری برای اسهال می باشه مورد می باشه بعدی کاهش فشار خون و بیماری های قلبیه مصرف سیر برای افرادی که مبتلا به فشار خون بالا هستند گزینه مناسبی است مصرف سیر نقش مفیدی در گردش خون بدن داره و میتونه به خوبی از شما در برابر بیماری های قلبی محافظت کنه مورد بعدی ضد باکتری بودن سیره همونطور که گفته شد با توجه به مطالعات و تحقیقاتی که انجام گرفته نشان داده شده که مصرف سیر با میده خالی برابر با عمل یک آنتیبیوتیک طبیعی و بسیار قوی است این اثر به مصرف سیر به صورت ناشتا برمیگرده به این دلیل که باعث میشه باکتری در مرز اون قرار بگیره و با اون مواجه بشه و در نتیجه باکتری از دفاع خود باز میسته و نمیتونه مقاومت بکنه و از بین میره مورد بعدی دفع سموم از بدنه سیر ناشتا بدن رو سمزدائی میکنه و کرم ها و انگل های رو از بین میبره جلوگیری از بروز بیماری ها خوردن سیر صبح ناشتا میتونه باعث پیشگیری از بروز بیماری های مانند دیابت، تیفوس، انواع سرطان ها و افسردگی شود. مورد بعدی رفع بیماری های تنفسیه. سیر بیماری های تنفسی حاد و مزمن رو رفع میکنه. از جمله بیماری های قابل درمان به وسیله سیر آسم، زکام، سیاسورفه، برونشید، احتقاق ریه پنمونی و سل است مورد بعدی رفع ریزش موه یکی دیگر از خواص سیر ناشتا اینه که گردش خون بدن و پوست سر رو بهبود میبخشه با بالا رفتن گردش خون در پوست سر فولیکول های مو تقویت میشن و این باعث جلوگیری از ریزش مو میشه مورد بعدی رفع جوش و رفع جوش و آکنه هست اگر صبح ناشتا یک کپ سیر خام مصرف کنید با توجه به آلیسین فراوان موجود در سیر که خواص ضد التهابی و ضد باکتری داره میتونه کبد رو پاکسازی کرده و عملکرد کبد رو بهبود ببخشه در نتیجه داشتن کبد سالم میتونید پوستی سالم داشته باشید و از بروز جوش و آکنه صورت به دور بمانید مورد بعدی مفید بودن برای دوران بارداری هست لزوم مصرف اسید فولیک در دوران بارداری در علم پزشکی اثبات شده مصرف سیر خام به صورت ناشتا در طی دوران بارداری به دلیل داشتن میزان بالای اسید فولیک موجود در خود باعث پیشگیری از نقص سیستم عصبی در جنین میشه همچنین سیر خام به صورت ناشتا به دلیل داشتن حواس ضد عفونی و ضد التهابی باعث محافظت از زنان باردار در برابر ابتلا به آنفلانفلانزا و سرماخوردگی میشه یکی دیگر از خواص سیر ناشتا در زنان باردار اینه که فشار خون بالا رو کاهش میده به خاطر داشته باشید مصرف سیر خام ناشتا احتمال داره زنان باردار رو با سوزش سر دل واکنش های آلرژی و مده درد مواجه کنه همچنین در سه ماه آخر بارداری مصرف سیر خام کیفیت شیر مادر رو پایین میاره مورد بعدی کاهش و لاغری هست مصرف سیر در اول صبح و به صورت ناشتا اشتها رو کم میکنه و منجر به رفع پرخوری در طول روز میشه همچنین مصرف سیر خام با مده خالی نور اپینفرین رو که یک انتقال دهنده عصبی است افزایش میده و باعث بالا رفتن متابولیسم بدن میشه با خوردن یک هپه سیر خام در صبح از تجزیه چربی های ذخیره شده شده در بدن ممانعت کنید مورد بعدی درمان روماتیس و آرتروزه گفتیم که سیر خاصیت ضد التهابی داره به این دلیل وجود چهار ترکیب گوگردی مختلف در سیر با توجه به ویژگی که داره یکی از خواص قوی سیر می باشه که در درمان روماتیسم، آرتروس و واریس تاثیر به سزایی داره مورد دیگه دفع سنگ کلیه و کیس سفراست. خوردن سیر خام اون هم به صورت ناشتا با تاثیر بخشی بیشتر میتونه باعث دفع سنگ کلیه و همچنین سنگ کیسه صفرا بشه مورد بعدی مربوط به عملکرد مسانه است که باعث بهبودی دستگاه گوارش میشه خوردن سیر ناشتا باعث ضد عفونی شدن دستگاه های ادراری و عفونت های واژینال و مسانه میگردد اما مواردی هم که باید خودتون از مصرف سیر ناشتا من بکنید قبل از مصرف سیر به بررسی وضعیت سلامت بدن خودتون بپردازید اگه از افرادی هستید که به سیر حساسیت دارید از مصرف سیر به صورت خام خودداری کنید در صورتی که مصرف سیر باعث سردرد شدید بروز جوش صورت و بالا رفتن دموی بدن شما شد سریعا مصرف سیر رو متوقف کنید همچنین نتایج حاصل از برخی مطالعات حاکی از اونه که مصرف سیر در افرادی که مبتلا به ایدز هستند باعث بروز عوارض جانبی میشه دوستان عزیز از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید اگه ویدیوی ما رو دوست داشتید اون رو لایک بکنید و با دوستان و خویشاوندان خودتون هم صحیح بشین امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید